الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم، واقعا باعث افتخارمه. لطف و محبت. من 6 ماه پیشم در مورد یه موضوع دیگه در واقع باهاتون تماس گرفتم و صحبت کردم. الان یه موضوع دیگه است که میخواستم در موردش در واقع باهاتون صحبت کنم. ببخشید، من یکم استرس گرفتم، فکر نمی کردم که اولین نفر وش بشم. خب من از ایران تماس می گیرم آقای دکتر و 23 سالمه، فرزند دوم از 3 تام، یک برادر بزرگتر با اختلاف سنی 4 سال دارم و یک برادر کوچکتر با اختلاف سنی 2 سال و الان در واقع فوق لیسانس می خونم. یکی از رشته های زیر مجموعه مدیریت تکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی میخونم و در واقع مهر وارد ترم 3 میشم. در واقع موضوعی که باعث شد که من باهاتون تماس بگیرم اینه که در واقع من بین دوراهی موندن و مهاجرت در واقع گیر کردم و میخواستم در واقع از شما مشورت بگیرم و نظر شما خیلی خیلی برای من مهمه. در واقع میخوام بدونم که آیا من برای سپتامبر 2023 آیا اپلای بگیرم یا خیر؟ آخه من ترجیحم این است که اگر درسی رو شروع کردید مدرکتون رو بگیرید، چون روزی که شما بیاید اینجا مدرکتون داشت باشید، حالا کارشناسی ارشد هرچه هست، اون مهمتره تا اینکه بگید وسطش رهاش کردم و حالا بخوان درس های شما رو ارزیابی کنن که معمولا چون خبری آنچنان ندارن. حالا در مورد شریف یه ذره اوضاع فرق میکنه، بنابراین ارزیابی درست میکنن. بنابراین شما مهاجرت رو میخواید بعد از گرفتن فوق لیسانستون کارشناسی ارشد انجام بدید یا فکر قبلش رو دارید؟ آقای دکتر، اگر که در واقع تلاش خودم رو بکنم میتونم در واقع باید تلاش خودتون رو بکنید، اصلا تردید نکنید عزیز. ببینید اصلا نگاهی که استادا میکنن، دانشجویی که وسط کار درس رو رها کنه اگر نمرش A باشه تازه میارنش به بی و سی، بعد رها کرده، در حالی که اگر همون مدرک رو با A بگیره A او رو پذیرفتن. یعنی میخوام بگم این موضوع در ارزیابی ها خیلی خیلی مهمه و بنابراین همیشه توصیه من این بوده که اگه درس بخونید، حالا سال اولی دیگه دوره 4 سال است، یه گفتگوی داره، ولی دانشجوی دوره فوق لیسانس که فرض کنید 2 یا 3 سال است نصفش رو آمده، هیچ دلیلی من نمیبینم که قبل از اون بخواید شما حرکتی بکنید. و بعدم حتی در انتخاب، هم در انتخاب دانشگاه بهتری میتونید برید، هم میتونید احتمالاً از مزایای بیشتر دانشجویی استفاده کنید. ضمناً یه فرصتی هم به خودتون میدید که آشناتر بشید، زبانتون رو هم بهتر کنید. بله آقای دکتر، ببینید من قدم 2 تا گزینه در واقع پیش روی من هست. این که من الان که خب ما سال 2022 هستیم و میتونم در واقع اگر که به خودم در واقع تلاش بکنم و اینا، میتونم در واقع 2-3 ماه دیگه آزمون آیلتس هم بدم و برای سپتامبر 2023 در واقع اپلای کنم و مدرکم هم میتونم بگیرم، یعنی مدرک کارشناسی ارشد هم میتونم بگیرم. و میتونم در واقع گزینه دوم اینه که یکم با حوصله تر و در واقع با چی میگه زمان بیشتری، حالا من در این حال که مدرکم هم میگیرم یه 1 سال مثلا در واقع برای سپتامبر 2024 میتونم یعنی اپلای کنم. نه، دانشگاه همیشه ترجیحشون این است که کسی مستقیم درسش رو ادامه بده. برای باز یه ترجیح دیگر، حتی مگر در رشته‌های مدیریت که اصولا داشتن سابقه کار کمک میکنه. برای اگر شما بنابراین اگر شما میخواید وارد دوره فوق لیسانس و دکترا یه دانشگاهی بشید، بهتر سپتامبر 23 باشه. پس میتونم در واقع مثلا در واقع دفاعم 5 ترمه انجام بدم که حالا مثلا اون سال در واقع مثلا 1 سال کامل گپ تحصیلی نیفته، یعنی این کارم میتونم بکنم. پس شما نظرتون این که برای من ببین عزیزم، چرا مستق توی مغازه هم قای چونه بزنی؟ حرف من این است که تو
بهتر مدرک تو بگیری و اون موقع بیای و پشتش هم باد نخوره. این مفهوم برای بسیاری از دانشگاه ها همینقدر که تو 6 ماه درس نخوندی، گفتم جز مواردی که یه نوع کاری باشه که بتونه به تو یه امتیازی بده، حرف این است که این درس رو ول کرده و دوباره برگشته. و بنابراین اعتبار تو برای ارزیابی و گرفتن جایگاه بهتر یا امکانات و کمک‌های مالی بیشتر رو از دست میدی. بنابراین به اصطلاح در زبان انگلیسی میگن the sooner the better، هر چه زودتر بهتر. فقط یه موضوع دیگه هم بگم آقای دکتر، دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. من نمیدونم 6 ماه پیش اگه یادتون باشه، من لیسانس هم اقتصاد دانشگاه تهران خوندم. واقعا یکی از بزرگترین افتخارات من اینه که با شما در واقع یک نقطه مشترکی دارم. به هر حال شما هم فارغ التحصیل در واقع دانشکده اقتصاد هستید. من 6 ماه پیش هم در واقع در مورد حالا همین موضوع درسی و اینا باهاتون تماس گرفتم، منتها اون موقع تلفنم قطع شد و نتونستم در واقع ازتون تشکر کنم. خیلی خیلی ازتون ممنونم واقعا بابت مشورت های هم دفعه قبل و هم این بار. خیلی خیلی شما رو دوست دارم و واقعا از اینکه هموطن انسان شریفی مثل شما هستم واقعا افتخار میکنم. لطف داری از اولا بگو، چون من وقتی فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران بودم، اقتصاد پولی و بانکی بودم. اون موقع 4 تا رشته بود، پولی و بانکی بود، مالی بود، توسعه بود و اکونومتری. و من اتفاقا در اون زمان آقای دکتر محمد مشکات که استاد برجسته دانشگاه تهران بودن، کتاب پول رو نوشته بودن. ولی من در جهت نوشتن کتاب ارز و سیستم پولی بین‌المللی در خدمتشون بودم و به هر حال دستی در کارها داشتم. در به در به دنبال این دوتا کتابم و میدونم که از وجودی که از انتشارات دانشگاه تهران مدت هاست به هر حال چاپ نمیشه، ولی گفتم حالا باز فرصتی پیدا شد و تو اگر لطفی داری، اگر بتونی شرایطی فراهم کنی که این دوتا کتاب رو، یکی ارز رو یکی سیستم پولی بین المللی رو من داشته باشم، به هر حال یادگاری از اون دوران خوشحال خواهم شد. اینم از سر کتابا رو بگیرم. بعید است. ببینید اینا از انتشارات دانشگاه تهران بودند، بسیار کار برحال کارهای دکتر مشکات بود، ولی برحال من اون زمانی بود که فوق لیسانس همون میگذارمدن بر رئیس تز من، پایان نامه من آقای دکتر مشکات بودن. تز منم بود سیاست بانک مرکزی، سیاست پولی بانک مرکزی از آغاز تأسیسش که اون زمان فکر کنم 10 سال ازش گذشته بود. سال میشه 69 یا 68-69 به هر حال این خارجی ها و به هر حال فکر میکنم 48 میشه دیگه، سال 1948. حالا این که از کجا میشه پیدا کرد مسئله منه، یعنی بعید میدونم در کتاب فروشی باشه، بعید میدونم، ولی شاید کسانی رای داشته باشن. برای چک کنین کتاب خونه ها کتاب فروشی ها ندارن. کتاب خونه هم خب کتاب خودشونه، بنابراین کتابیست که شما میتونید بگیرید باید پس بدید، ولی من میخواستم داشته باشم از سر به هر حال ارتباط با گذشته و خود خواهی. اگر که من در واقع این دوتا کتاب رو پیدا کردم چجوری براتون بفرستم؟ اصلا فکرشم نکنید، من اصلا بلیط هواپیما میخرم، شما رو با دوتا کتاب بیارن امریکا. نه اونش که مسئله نیست عزیز، باید به هر حال ببین سوالایی نکن که نشون میده اقتصادم نخوندی، خیلی هم باهوش نیستی. خودم پست میکنه میاد دیگه کتاب دیگه دختر. آها آه. نه بی خود نیستی، همه گزینه‌های بی خودی داری. باید پست نکرده بودم، نمیدونستم که پست نکرده. آقا دیتا خیلی خیلی شما رو دوست دارم. خب هم گفتم نه قبلا نشون دادید عقلت کمه، حالا اینو تایید کردی، خاطر من آسوده شد. سهلا آقای دیتا، واقعا من در واقع هر هفته صحبت های شما رو گوش میدم، برنامه های شما رو همیشه گوش میدم و یکی از طرفدارای واقعی شما، و واقعا میگم که شما خیلی خیلی روی زندگی من تاثیر گذاشتید و اصلا زندگی منو واقعا متحول کردید شما. نه خود دختر خوبی هستی، دختر هم باهوشی هستی، هم مهربونی، مواظبی، مراقبی، از این بابت هم خوشحالم. برای تکلیف روشن عزیز، اگر دلت بخواد برای ادام تاثیر فقط با یک امید و یک امید که اون برای من اصلا مهمتره، اگر آمدی دکتراتو بگیری و برگردی ایران، همون دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران یا هر جای دیگه، به هر حال درست رو بخونی و کارت رو بکنی،
امیدوارم که آقای دکتر، به خاطر اینکه من در واقع هدفم آمریکاست، امیدوارم که یک روز حتما بتونم شما را از نزدیک ببینم. واقعا یکی از آرزوهامه. لطف داری عزیز دل. به هر حال ممنونم از محبتت، برات آرزوی بهترین ها رو دارم و مطمئن هستم هم شایسته و لایقش هستی، هم حتما حتما بهش خواهی رسید و خوشحال شدم از صحبت با تو عزیز.